انتخاب گزارش می‌دهد. نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، در ابتدای یک توییت خود که در آن علیه ایران ادعاهایی را مطرح کرد، نوشته است: اسرائیل اکنون بزرگترین فرصت خود را در 50 سال اخیر برای تغییر چهره خاورمیانه دارد. در حقیقت بنت مشکل با ایران را محدود به 46 سالی که جمهوری اسلامی روی کار است نکرده و آن را به دوره پهلوی نیز تسری داده است و از 50 سال سخن گفته است. یعنی از زمان جنگ یوم کیپور در سال 1973 که می‌شود 51 سال پیش. ایران و اسرائیل در دوران پهلوی روابط رسمی نداشتند، اما در عمل در سالهای زیادی از این دوره روابط دوستانه و نزدیکی میان دو طرف برقرار بود. ایران در زمان دولت ساعد در اسفند سال 1328، یک سال و نیم پس از تشکیل اسرائیل، با وجود مخالفت افکار عمومی، اسرائیل را به صورت دوفاکتو به رسمیت شناخت. تا آن زمان در میان کشورهای اسلامی فقط ترکیه اسرائیل را به عنوان یک دولت مشروع به رسمیت شناخته بود. به این ترتیب روابط ایران و اسرائیل به صورت غیر رسمی آغاز شد و روابط گرمی هم میان دو طرف شکل گرفت. البته در زمان دولت مصدق وضعیت میان دولت ایران و اسرائیل مثل سابق گرم نبود و حتی سرکنسولگری ایران در بیت المقدس منحل شد. اما پس از آن، به خصوص در جنگ اول عرب و اسرائیل، روابط دو طرف به اوج خود رسید و در حوزه‌های مختلف تجاری و امنیتی در بالاترین سطح دنبال می‌شد. به خصوص در حوزه خرید اسلحه، یعنی ایران در قبال نفت از اسرائیل اسلحه می‌گرفت. این رابطه خوب ادامه داشت تا سال 1352 و وقوع جنگ یوم کیپور یا همان جنگ رمضان یا جنگ چهارم عرب و اسرائیل. هوشنگ نهاوندی از وزرای دوران پهلوی میگوید که بعد از این جنگ روابط میان تهران و تل آویو به شدت لطمه خورد، زیرا ایران از همان زمان تصمیم گرفت منابع خرید اسلحه و تهیه تجهیزات نظامی خود را متنوع کند و به همین دلیل هم با اتحاد جماهیر شوروی قرارداد بست و هم شروع به ایجاد صنایع نظامی ملی کرد. نهاوندی میگوید که هدف اعلام شده این کار رسیدن به سطح اسرائیل در زمینه صنایع نظامی. همین هدف کافی بود تا اسرائیل و آمریکا تصور کنند که شاه فردی خود بزرگ بین شده است و دیگر میخواهد استقلال عمل داشته باشد. جنگ یوم کیپور از 6 تا 25 اکتبر 1973 میان اسرائیل و چند کشور عربی به رهبری سوریه و مصر رخ داد. جنگی که با حمله غافلگیرانه مصر و سوریه علیه مواضع نیروهای اسرائیلی در شرق کانال سوئز و ارتفاعات جولان آغاز شد. مناطقی که 6 سال قبل از آن در جنگ 6 روزه به تصرف اسرائیل درآمده بود. نهاوندی میگوید چند ماه قبل از آغاز این عملیات جنگی، انور سادات در بازگشتش از کراچی به قاهره در تهران توقف کرد و شاه که بیرون از تهران به سر می‌برد، سفرش را نیمه تمام گذاشت و به پایتخت بازگشت. دقیقاً مشخص نیست که در دیدار شاه و انور سادات چه مسائلی مطرح شد، اما به احتمال زیاد سادات حمایت ایران را طلب کرده بود. بعدها مشخص شد آمریکا به شدت از شاه، به دلیل آنکه از این دیدار اطلاعی به واشنگتن نداده، انتقاد کرده است. شاه در جریان قصد حمله انور سادات به اسرائیل بود و به اونها خبر نداد که البته تفصیلش منتشر شده. شاه در این مقطع گرچه علیه اسرائیل موضعی نمی گرفت، اما با تقابل عرب با اسرائیل هم مخالفت صریحی نمی کرد و برخلاف گذشته که صریحا از اسرائیل حمایت می کرد، در این مقطع از ایجاد یک صلح متعادل میان عرب و اسرائیل سخن می گفت. The Palestinians obviously had the sympathy of many people, almost all the countries in the world. Prosecuted people, stateless people, looking for a home or something. Yeah. You know, exactly like the sympathy that the Jews had. When they were searching for a home. Right. انور سادات در آستانه ی جنگ مذکور یک بار دیگر به ایران سفر کرد. این سفر محرمانه بود، اما به نظر می‌رسد سرویس‌های ویژه آمریکایی و اسرائیلی از آن باخبر شده بودند. نقطه ی اوج چالش میان ایران و اسرائیل اما به اجازه‌ای برمی‌گردد که شاه به هواپیماهای سنگین شوروی داد تا آنها بتوانند تجهیزات نظامی خود را از حریم ایران بگذرانند و به قاهره برسند. آمریکا و اسرائیل رسماً نسبت به ایران اعتراض کردند، اما شاه نه تنها این اعتراضات را نادیده گرفت، بلکه دستور داد کمک 1 میلیارد دلاری به مصر پرداخت شود. یکی دیگر از اقدامات ایران در جریان جنگ کمک نفتی به مصر است. عباس نیری، سفیر وقت ایران در مصر، میگفت وقتی من استوارنامه ام را به سادات دادم، او به من گفت موقعی که جنگ 1973 و جنگ 6 روزه بود، سوخت ما داشت تمام میشد. این حرفش سادات گفت به تمام برادران عرب پیام فرستادم، تلفن کردم که من در این وضعم، کمک کنید. گفت هیچ کدوم از اینا انگشت کوچیکشون هم بلند نکرد. ضمن این که دریزا به شاه ایران هم تلفن کرد، خبر دادم. شاه دستور داد یک کشتی که نفتکش که این بنزین من چیز مخصوص هواپیما رو داشت میبرد اروپا یه جایی، شاه بهش دستور داد ریروتش کن، به انگلیسی به اصطلاح
مسیر تکش کن برو اسکندریه. این آمد کشتی، این بارش اینجا تخلیه کرد و اعلی حضرت هرگز حاضر نشدن پول بگیره. این شرایط در دورانی که اردشیر زاهدی وزیر خارجه ایران بود تشدید هم شد و روابط ایران و اسرائیل رو به تیرگی نهاد. شاه به موازات این اقدامات سعی میکرد به خصوص در حوزه نفتی از آمریکا مستقل شود. به گفته ازهاری عربستان هم به شدت احساس خطر میکرد، زیرا میدانست ایران در مسیر تعیین کنندگی در حوزه نفت حرکت میکند و حتی چند بار از آمریکا درخواست کرده بود که شاه برکنار شود. منوچهر فرمانفرماییان در کتاب خون و نفت مینویسد نماینده اسرائیل که مرتباً برای دادن گزارش نزد ازهاری میآمد ناگهان دیدارهایش را قطع کرده. فرمان فرماییان می نویسد که قدرت مالی ناگهانی شاه سبب نگرانی زیادی در غرب شده بود و غرب احساس می کرد شاه اگر مستقل عمل کند و قدرتش افزایش یابد می تواند لوله های نفت را به روی دنیا ببند. به این ترتیب به موازات گسترش روابط دوستانه تهران و قاهره، روابط ایران با اسرائیل حتی قبل از وقوع انقلاب 57 به شدت کم رنگ شده بود. این گزارش در پایگاه خبری انتخاب تهیه و تقدیم شما شده است.